در پل دختر قاری پیدا شده که شگفت انگیزه که نیاکان ما چه هنری داشتن و چه دلی داشتن و چه نقشه هایی داشتن. مگه میشه اون همه ثروت و اون همه زیبایی رو با اون زحمت فراوان در دل قارها جا داد؟ آیا از چی میترسیدن این نقش های چند هزار ساله؟ ببینید در کجا، در پل دختر در یک قاری پیدا کردن که در ایران مقامات محیط زیست و به ویژه مقامات جهانگردی و ایرانگردی رفتن و دیدن، باور کردنی نیست. یه نگاهی میکنیم. این صعود نه برای فتح قله، که برای رفتن به اعماق تاریخ است. اینجا کوه مهله در 20 کیلومتری غرب شهر پل دختر است که دهانه ورودی غار پر رمز و راز کلماکره در سینه آن واقع شده. این غار در ارتفاع 650 متری از سطح دشت قرار دارد و حدود 700 متر طول و دارای 4 تالار بزرگ است. آدم حیرت میکنه از این همه شگفتی و زیبایی. واقعا این تجربه رو من هیچ وقت توی زندگیم نداشتم. اهمیت این غار نه فقط از لحاظ طبیعی، بلکه بیشتر به خاطر میراثی است که چند هزار سال در دل خود پنهان کرده بود. در سال 1367 پاییز، یک شکارچی محلی در پی شکار یک بز کوهی موفق به کشف غاری میشه که امروز ما از اون به نام غار کلماکره یاد میکنیم. فکر کردم اگر برم تو این غار منم گنجی پیدا میکنم. دوست داشتم یه چیزی پیدا کنم و برادران کمک کنم، با آرزوان برسم. با نمیدونستم این جنس ها را اگر بفروشیم اینا را میبره و خارج میفروشه. تلاش ها کوشش های زیادی از سوی میراث استان باعث شد که مقدار زیادی از اشیایی که از این غار قبلن به یغما رفته بود برگردونده بشه. خوشبختانه قدمت اشیای تاریخی این مجموعه به دوره نو ایلام و حدود 2700 سال پیش برمیگرده. دیدگاه های زیادی درباره چرایی انتقال این اشیا به این غار وجود دارد، ولی نظریه غالب این است که به دلیل وجود جنگ های منطقه‌ای که به شدت در این حوزه رواج داشته است، صلاح بر این بوده که حکومت اشیای ذی قیمت خودش رو به محل امن منتقل کند. هرچند تعدادی از اشیای کلماکره از کشور خارج شده و اکنون زینت بخش موزه های معتبر جهان هستند، اما تعداد 100 قلم از اشیای تاریخی غار کلماکره در قلعه فلک الافلاک و موزه قلعه فلک الافلاک نگهداری میشه. به همین تعداد در موزه ملی وجود داره از این اشیاء تاریخی. عظمت و ارزش اشیاء به دست آمده از این غار به حدی است که از آن به عنوان یکی از 6 گنجینه بزرگ کشف شده در دنیا یاد میکنند. بسیار جالب بود برای من که خیلی علاقه دارم به این مسائل.